مذاکرات اتمی گروه پنج بلاوی یک با ایران دو هفته دیگر به فاصله یک هفته پس از آغاز کار صد و کنگره آمریکا کنگری سر گرفته می شود ولی سناتورهای جمهوریخواه جمهوری خواه که نسبت به روند و موفقیت این مذاکرات تردید دارند در صدد تصویب تحلیم های سخته هستند سناتور جمهوری خواه باب کورکر <applause> که انتظار می روید. ریاست کمیته روابط خارجی سنا را عهدهدار شود از جمله این سناتور هاست این تمایل در کنگره وجود دارد که پس از یک سال مذاکرات کنگره به سرعت و به هر صورتی در این مورد اقدام کند کنگره می خواهد که در مورد توافق با ایران دخیل باشد رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه اخیر با رادیوی ملی آمریکا گفت شانس حل مسئله اتم ایران وجود دارد در مورد ایران باید مسئله اتمی حل شود و چون این فرصتی وجود دارد. اما سوال این است که آیا ایران مایل به بهرهگیری از چنین فرصتی هست یا خیر؟ مارکو روبیو سناتور جمهوری نیز امروز در تایید همحزبی های ارشد خود مانند مارک کرک، لینزی گراهام و باب کورکر در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا گفت یک اکثریت ضد وتوی آقای اوباما در سنا آماده تصویب تحریم های سختر علیه تهران و همچنین ملزم کردن دولت به ارجاع هر گونه توافق نهایی با ایران به کنگره برای کسب مجوز وجود دارد. نگرانی کنگره از بلند پروازی های اتمی ایران موضوع تازه ای نیست. آنچه انتظار نمی رفت اعلام تصمیم از سوی آقای اوباما به آغاز روابط بیاردون. دیپلماتیک با کشور کوبا بود. امروز ایالات متحده آمریکا روابط خود با مردم کوبا را تغییر می دهد. ولی لغو تحریم ها علیه کوبا به مجوز کنگره نیاز دارد و سناتور دموکرات بن کاردین بر این نیاز تاکید می کند. نیاز به اقدام کنگره است امیدواریم به فصل جدیدی از روابط با کوبا وارد شویم که خود بحث جالبی خواهد بود سناتور جمهوری خواه مارک روبیو میگوید کنگره تحریم ها را لغو نخواهد کرد کاخ سفید همه چیز را واگذار کرده و هیچ تعهدی از جانب رژیم کوبا دریافت نکرده نه آزادی رسانه ها و نه آزادی بیان و یا انتخابات آزاد به نظر تحلیلگران جمهوری خان میل دارند حزبی دیده شوند که انتقادات سازنده را مطرح می کند شهلا رسته صدای آمریکا، واشنگتن.